خب دوستان عزیز، با درود به همه شما، اینجا میرسیم به برنامه پیام ها. کاظم نیک هستم، براتون اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم. برنامه پیام ها حتما میدونین که هر هفته پنج شنبه شب ساعت 8 شب به وقت ایران پخش میشه و روز بعد تکرار میشه. تو این برنامه پیام های شما رو پخش میکنیم. شماره پیامگیر رو پایین صفحه تلویزیون میبینین، 201-310-856-98-97. این رو تو برنامه های مختلف هست و تو 24 ساعت میتونین زنگ بزنین و پیام بذارین، خبر بدین، اطلاعیه دارین بخونین، سوالی، انتقادی، پیشنهادی، هرچی هست میتونین مطرح کنین. بریم سراغ پیام های شما هرچه سریعتر. چند پیام رو اینجا اول پخش میکنم، ولی بعدا در مورد بقیه پیام ها نکاتی هست که توضیح میدم. با هم بشنویم. با سلام به شما، جناب آقای میزبان، درود میفرستم بر حمید تقوایی. درود بر حزب کمونیست کارگری. من شارلی افتو هستم. من پیامی ندارم، فقط میخوام بگم مرگ بر خامنه ای و عمال فاسدش. خدا حافظ. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی کثافت، مرگ بر همه کسایی که تو دستگاه حکومت تو این رژیم دارن کار میکنن و حق مردم رو میخورن. خدا حافظ. خیلی ممنون. درود بر شما. میخواستم با آقای ابراهیمی صحبت بکنم که متاسفانه روی پیامگیره و تلفن مستقیم هم که شما روی صفحه تلویزیون گذاشتید که نشوندنده اینی که پخش مستقیمه و میشه با مجری برنامه تماس گرفت امکان پذیر نیست. لطفا سلام و درود بنده رو به آقای ابراهیمی و سایر اعضای تلویزیونتون برسونید. با تشکر، دوستی از آلمان. سلام علیکم، خسته نباشید. حمید از خوزستان. تو این جامعه یا باید خانواده شهید باشی یا خانواده جانباز یا پول داشت باشی یا باید رو بمیری در کل. ممنون مستقی بران خوزستان. بخواستم بگم این جامعه خانواده ما رو بیچاره کرده. ما چقدر باید شهید بدیم که این خامنه دست بکشه؟ ما چقدر بیچاره‌ایم که اینقدر باید زج بکشیم؟ یعنی هممون ناراحتی روحی گرفتیم دست بینا. این شبکه تلویزیون چون که اصلا ما نگاه نمی‌کنیم، یعنی مزخرف ترین تلویزیون داریم. ما هزینه میکنیم، هزینه میدیم، آب و برق و گاز گرون میشه، ما هزینه میدیم ولی چرت و پرت گوش میکنیم. بازه من که گوش نمیکنم، ولی حتی آدم میزنه شبکه ایرانم عصبی میشه. روح و روان ما رو به هم رسته. ممنونم. خدا سلام، خسته نباشید. ببخشید منم از ایران تماس میگیرم. خواستم بگم که این حقوق ارتش هم قطع شده، اومدن حقوقامون قطع کردن. حقوقای کمی که مال شوهرمونه میگن اونو بگه مال پدرتون قطع باشه، درصد که ماها همه طبق دادنامه 105 قانون قبل گرفتیم. قانون جدید حالا به ما میگن اینجوری. حالا موندیم و چیکار باید بکنیم؟ این حقوقا که قطع شده چجوری زندگیمونو بچرخونیم؟ ممنونم، مرسی، خداحافظ. بله، این چند تا پیام از دوستان بیننده بود و خشم و نفرت از جمهوری اسلامی همطور که از همه جای جامعه میباره تو پیام ها هم موج میزنه. اما بریم سراغ یکی از پیام ها از کسانی که به هر حال خشم و نفرت ظاهرند به جمهوری اسلامی ندارن. با هم گوش میکنین. شما با این حرفاتون میخواین اسلامو خراب کنید. اسلام یعنی تسلیم در برادر حکم خدا. و این حرفایی که شما داری میزنید هیچ پایه و اساسی نداره. کشورهای مخالف ایران اومدن یه سری کارا، یه سری تفرقه ها رو ایجاد کردن. مخصوصا کشور آمریکا اومد تحریم رو به ایران انجام داد، ایران رو تو تنگنا قرار داد.
و یک سری مسائل پیش بیاد و مردم تو تنگنا قرار بگیرن، بگین که ایران هیچ وقت به مردمش نمیرسه و نمیدونم اینا، همش سیاست شما و آمریکای دشمن و جاهله. همین. بله، اینم یکی از معلوم شد از طرفدارای جمهوری اسلامیه، فقط طرفدار اسلام نیست. ایشون میگن که حرفایی که ما میزنیم پایه و اساسی نداره. در مورد چی؟ در مورد فقر گسترده تو ایران، در مورد اعدام‌ها، در مورد ضدیت با زن، در مورد دزدی‌های حکومت که هر روز داره اینجا اونجا رو میشه، در مورد نفرت مردم از جمهوری اسلامی. اینها نمیدونم، اگر شما نمیبینین فکر کنم دروغ میگین که نمیگین نمیبینین، یعنی اگه کسی بگه نمیبینم، چون دیگه مثلا سال 88 میلیونی، ده ها چندین میلیونی مردم ریختن بیرون، گفتن مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی. بنابراین به هر حال صحبتتون رو پخش کردم که بینندگانم متوجه بشن که کسانی هم هستن که بالاخره اینطوری فکر میکنن یا ترجیح میدن اینطوری حرف بزن. پیام دوست عزیز کارگری رو میشنویم. سلام عرض کردم. خدمت عرض کنم که با توجه به اینکه جمعیت هر کشوری به دستجات و یا طبقات مختلفی تقسیم میشه، آیا حزب کمونیست کارگری ایران به صرف اینکه نقطه اتکا و محوریش افکار کارگریه میتونه جوابگوی اقشار دیگه از جوامع باشه؟ مانند طبقه مهندسا، پزشکان، قضات، نظامی ها یا حتی کارمندا به طور ساده، آیا برنامه مدونی داره؟ بهتر نیست که حزب کمونیست با توجه به این که الان دیگه احزاب کمونیست در سطح جهان تا حدودی اون واژه را حتی از دست دادن، به شکلی نوعش و نامش را عوض بکنه بدون هیچ در نظر گرفتن این که حالا این حزب یک حزب کمونیسته، به شکل حالا یک احزاب مثل سوسیال دموکرات، آیا اینجور احزاب نامگذاری بشه که به طور عام همه ازش بتونن استفاده ببرن و حتی عضو گیری بکنیم؟ ممنون میشم اگر پاسخی یا پیامی دارید در خدمت. بله دوست عزیز، سوال در واقع خوبیه که ما توضیح بدیم که مسئله چیه. من اینجا خیلی خوب فرصت زیادی نیست بحث کنیم، ولی بذاریم چند نکته رو همجوری بگم. ببینید، جواب سوال شما از نظر ما موقعی که میگین آیا میتونین به اقشار دیگه پاسخ بدین، مسائلشون، موقعیتشون، وضعیتشون، جواب سوال ما اینه بله. یعنی اینجور نیست که حزب کمونیست کارگری یا کمونیستا فقط مسئلهشون کارگره و دیگه کاری به بقیه دنیا ندارن، گویا کار اصلا معنی نداره. یعنی دقیقا به این دلیل که معنی نداره که شما به اصطلاح طرف کارگر رو بتونین نجات بدین بدون اینکه جامعه رو نجات بدین. به این دلیل، اساسا به این دلیل، کمونیسم بحثش بر سر کل جامعه است، تک تک آدم ها. اگر تو جامعه سرمایه‌دار باشه، شما فرض کنید مثلا یکی بیاد طرفدار کارگر بشه، بگه من میخوام کارگر بشه سرمایه‌دار به جای سرمایه‌دارایی که الان هستن، به فرض میگم، متوجه میگه، یعنی حتی تو همون لحظه اول که داره این حرف میزنه متوجه میشه معنی نداره، چون بازم بالاخره یه کارگری هست، باید کار بکنه، جون بکنه، تولید کنه، استثمار بشه تا یه عده مفت بخورن. تا موقعی که طبقات وجود دارن، یه طبقه اقلیت به اصطلاح حاکمی وجود داره و که رو اکثریت مردم حکومت میکنه، کارگر محرومترین بخش جامعه خواهد بود. به این دلیل و اساساً به دلیل وضعیتی که وجود داره، به اصطلاح نجات طبقه کارگر، نجات جامعه از این وضعیت، از اینکه یه اکثریت کار کنه و تولید کنه و هیچی نداشته باشه، محروم ترین و پایین ترین موقعیت باشه، برای خلاص شدن از این باید کل این رابطه رو از بین برد از نظر ما، از نظر مارکس، از نظر کمونیسم. و به این دلیل یه طبقه است که فقط میتونه این کارو بکنه،
و یه از نگاه این طبقه است که میشه این کار کرد و اونم طبقه کارگره. شما از نگاه نمیدونم یک رئیس دانشگاه به دنیا نگاه کنین، جوابتون چیز دیگه است، ولی کارگر میگه آقا من برای اینکه خودم نجات بدم باید طبقه وجود نداشته باشه، حاکمیت اقلیت مفتخوری وجود نداشته باشه، سرکوب و ستم وجود نداشته باشه، فقر و محرومیت وجود نداشته باشه. این یعنی پاسخ دادن به کل جامعه. شما اگه برنامه حزب کمونیست کارگری نگاه کنین، می‌بینید تمام تاکیداتش رو مردمه، رو کل جامعه است. اینجوری نیست حزب کمونیست کارگری یعنی حزب کمونیست کارگران، حزب کمونیست کارگری یعنی حزب کمونیست جامعه، یعنی حزبی که میخواد جامعه رو، آزادترین جامعه رو برپا کنه، مرفه‌ترین جامعه رو برپا کنه. اصلا جزء اصولش این است که یک نفر تو جامعه نباید فقیر باشه. سرکوب معنی نداره، تبعیض بله هیچ کس چه بر اساس جنسیت، قومیت، ملیت معنی نداره، نمیدونم، و آزادی احزاب، آزادی همه اینها، یعنی هر چیزی که تو آرزوی شما، آرزوی یک انسان، هر انسانی بگنجه به عنوان جامعه آزاد و انسانی، تو شما تو برنامه حزب کمونیست کارگری میبینید، دقیقا به دلیل اینکه حزب کمونیست کارگری است. امیدوارم این توضیح خلاصه جواب شما رو داده باشه، ولی بازم اگر خواستین میتونیم بازم مطرح کنین، تو شاید تو برنامه های دیگری مفصلتر توضیح بدیم. البته توضیح هم دادیم، ولی به هر حال ممنونم از سوالی که مطرح کردیم. سلام شهلا خانم، حال شما خوبه؟ زدیم به هدف این هزینه های کمرشکن مسکن. من 21 سال مستجرم، دو تا بچه هم دارم، باید چیکار کنم؟ خداحافظ. برای اشارهشون به برنامه، یکی از برنامه های مستقیم ما از تحت همین عنوان که مطرح کردن، ممنونم از شما دوست عزیز. دوست دیگری از حقوق، اشارهشون به حقوق، لطفا حقوق اساس هم بگینا، 500 تومانی. بله ایشون هم از حال الان اشاره میکنم در رابطه با حقوق ارتش هم که شما گفتین، خانم دیگری هم صحبت کرده بودن که ارتشی بازنشسته هستن، شوهرشون و حقوقشون قطع شده. دوست عزیزی هم میگن سرباز هستن. با سلام، من جوان 28 ساله، بچه مازندران بابولم، الان 8 ساله سرباز فراری هم. از این رژیم لعنتی متنفرم. مایک بر جمهوری اسلامی. با تشکر. مازندران بابل. درود به شما دوست عزیز. بله یکی از، یعنی وقتی به جامعه ایران نگاه میکنیم میبینیم هیچ بخشی از جامعه نیست که از جمهوری اسلامی راضی باشه. حتی تو ارتش ما نارضایتی بسیار وسیع رو به ویژه تو سربازا میبینیم، و خب خیلیشون هم مثل این دوست عزیزمون سرباز فراری هستن که ما ازشون تقاضا میکنیم مثل این دوستمون بیاین پیام بذارین، از وضعیتتون بگین، که این کمک میکنه که ما تصویر روشن و مشخصی رو بتونیم از وضعیت سربازان فراری بدیم. همینطور دوست عزیزمون گفتن از حقوق ارتشیا بگین. ما تا اونجا که باز اطلاعات داشته باشیم، اعتراضاتی رو شاهدش باشیم، اینها رو بیان میکنیم. و باز هم از شما و دوستان دیگه میخوام که بیان در مورد وضعیتتون صحبت کنین. میدونم کلن ارتش ارگان سرکوب مردم که توسط همین حاکمین سازمان داده شده، ولی شما ناچار نیستین مهره‌ای از این ارتش و از این سازمان سرکوب باشین، همونطور که خودتون دارین بیان میکنین که نیستین، علاقه ای ندارین، ضد حکومت هستین. بنابراین راهش اینه که قدم بردارین، به شیوه های مختلفی از جمله از طریق پیام گذاشتن با ما تماس بگیرین و ما حتما اینها رو بازتاب میدیم. تشکر میکنم از همه شما. خدمت شما عرض کنم، من 60 سالمه، زمان انقلاب به هیچ وجه تو خیابون نرفتم، برای اینکه شاه نمونه بود، حکومت نمونه بود، هر کی یه زحمت کوچولو میکشید تامین بود. اما اینها آمدن، مردم رفتن تو خیابون. میخوام اینو بگم، این جمله رو بگم، تو رو خدا پخش کنید. ببینید
اگر مردم اون زمان رفتن تو خیابون، مسنای اون زمان مثل منو نشون میدن میگن شما ها کردید، ما یک چهارم جوانای امروز بودیم. اما خرابم عذاب در اومد، ما نمیدونستیم، ما خمینی خونخوار نمیشناختیم. آقای بروجردی رفتیم قم دیدنش، به پدر من گفت، خمینی اونجا بود، گفت این بابام، گفت این اینجا چکار میکنه؟ گفت خونخوار رو بهش هر چی میگم این روش مبارزه نیست، قبول نمی کنه. اما میخوام اینو بگم، ما شهامت خرابم از آب در اومد، شهامت رفتن و امثال سن من داشتن و رفتن. الان چی؟ چهار برابر شدن این شهامت رو این یک دو این که این رژیم یه کار خوب کرد، هیچ کی نمیدونه چیه، و اون اینه که در قوطی شیعه رو باز کرد. شیعه توی قوطی بود، هر کیم اعتقاد نداشت توهین نمیکرد. این رژیم در قوطی شیعه رو باز کرد، اسم امامی که به دنیا نیامده داره بیچاره میکنه مردم رو. آقای لاریجانی کجایی؟ من 8 سال دارم تو دادگاه های عدل علی میدوام. آقای عنایت الله سعیدی میاد تمام قاضی ها رو میخره، چون قبلا قاضی تجدید نظر بوده. اینها تون رو درست کنید آقایون، و حرف دیگه ندارم، حرف زیاد دارم، اما حالم به هم میخوره. خوشحالم از اینکه در قوطی اسلام برای من باز شد. مرسی، خدا تشکر میکنم دوست عزیز که پیام گذاشتین. منم فکر کنم همسن سال شما باشم، ولی در مورد رژیم شاه اینطوری فکر نمی کنم، و فکر می کنم که واقعیت اینو نمیگه که هر کار زحمت می کشید بالاخره یک اجرشو می برد. نمیدونم یک کلمه جمله اینجوری گفتین. من خودم زندانیه، یه دانشجوی زندانی زمان شاه بودم، زندانی سیاسی، و همراه هزاران نفر دیگه از جمله خیلی از اونایی که زحمت میکشیدن، و یعنی بالاخره تو عرصه های مختلف زحمت میکشیدن، ولی اجرشون چی بود؟ زندان اوین بود، زندان قصر بود، شکنجه بود، اعدام بود، سرکوب بود، خفقان بود. شما تو خودتون دارین صحبت رو بیان میکنین، میگین که بالاخره ما رفتیم جرأت کردیم، نمیدونستیم که جمهوری اسلامی میاد سر کار، و رژیم رو برای جرأت کردیم بندازیم. خب بنابراین رژیم رو یه مردمی مثل شما رفتن انداختنش، به خاطر اینکه ساواک نمیخواستن، به خاطر اینکه فقر نمیخواستن، به خاطر اینکه دربار و مفتخوری و چپاول نمیخواستن. اینا رو چرا؟ به خاطر اینکه این حکومت حالا چون جمهوری است، کثافت اسلامی است و اوضاع بدتر شده، چرا اون یکی رو تطهیر میکنین؟ این مفید نیست، یعنی به ضرر خود جوانایی است که شما میخواین تشویقشون کنین جمهوری اسلامی رو بنزن، میخواین دوباره برشون گردونین دنیا رو به زمان شاه. یعنی اصلا یک ذره عقل و شعوری تو این وجود داره که فرض کنین، منظورم شما نیستین، که آدم بره تو خیابون تظاهرات کنه، بعد یه شاه رو بیاره بذاره بالای سرش، اشرف و دربار و علم و نمیدونم اون فساد و اونا رو، ساواک و سرکوب سرمایه‌دارای گردن کلفت بذاره برای سر خود، بیاین شما بر ما حکومت کنین چون جمهوری اسلامی خیلی بد بود. مردم موقعی که یک حکومت رو سرنگون میکنن سعی میکنن برن جلو، مردم ایران هم شاه رو سرنگون کردن که برن جلو، و اتفاقا جمهوری اسلامی با سرکوب زندان و جنگ ایران و عراق و بکش بکش بود که تونست اون جامعه حکومت حاکم بشه. وگرنه همونطور که شما گفتین مردم یک ذره جمهوری اسلامی، بخش زیادی از مردم جمهوری اسلامی نمیخواستن. به هر حال تشکر میکنم، شما حتما فکر کنین به این نکات و بازم بیاین پیام بذارین. من دوست دارم ببینم نظرتون در رابطه با همین نکاتی که اینجا به طور خلاصه گفتم چی هست. ممنون. بریم سراغ پیام بعدی. از خانمی هستن که 5 تا بچه دارن میگن. من الان 5 تا بچه دارم، شوهرم 8 سال مریضه، دیگه دستم شکسته، پاهم در رفته، رگاش دیگه نمیتونم کار کنم. 39 سالمه، 3 تا دانشجو دارم، یه مدرسه دارم، دیگه از همه بریدم، دیگه به شما پناه آوردم. اگه تونستید، اگه امکانتون هست، این شماره حساب منو زیر نویس یا پخش کنید به کانالا. چست برحال اینجا حالا من پخش نکردم، ولی تشکر میکنم که پیام گذاشتیم. متاسفم از موقعیتی که
توضیح دادین تو این جامعه متاسفانه خیلی از مردم تو این وضعیت قرار دارن، ولی شماره تلفن تو در تلفن شما رو در اختیار بینندگان در اختیار گردنندگان تلویزیون کانال جدید میذاریم که توی برنامه اگر مناسب دونستن پخش کنن، شاید بالاخره فایده داشته باشه. ولی راهش به هر حال از خلاص شدن از وضعیت اینه که شما هم سعی کنین که به صف مبارزه برای خلاص شدن از جمهوری اسلامی بپیوندین، که حتما تو این صف هستین، ولی میدونم که فشار و مشقت و محرومیت و فشار رو بچه‌ها و اینا بسیار خرد کننده هست، و یه قدم همین قدم که اومدین ورداشتین پیام گذاشتین تو این کانال خودش قدم مهمیه. تشکر میکنم ازتون. الو سلام علیکم، من از ایران زنگ میزنم. من شماره شما رو زیرنویس دیدم، میخوام بدونم این شبکه مال چه شبکه‌ایه؟ مال آهنگا افغانی که پخش کنن یا مال آهنگای فیلم هست؟ تو رو خدا راهنمایی کنید. بله، کانال جدید یه شبکه سیاسی اساساً بحث و در ارتباط با حزب کمونیست کارگری هست، روی شبکه نگاه شما پخش میشه. همینجور اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، ما برای خلاص شدن از شهر جمهوری اسلامی، برای اینکه مردم رو به حرکت در بیاریم، آگاه کنیم، بسیج کنیم، برای اینکه از شهر جمهوری اسلامی خلاص بشن، به آزادی، به رفاه دست پیدا کنن، تلاش میکنیم. در این حال خب توی برنامه ها فیلم پخش میشه، موزیک پخش میشه و غیره و غیره که ظاهرا اشاره شما به اونها هست. به هر حال این کانال هست که بیشتر به اگر بخوایم حتما حزب کمونیست کارگری ایران رو میشناسین، به این حزب ارتباط داره. خوشحال میشیم که شما با ما در ارتباط باشین، به برنامه ها گوش کنین. روزهای هر روز برنامه های مستقیم هست، 9 تا 11 شب به وقت ایران میتونین بیاین تو برنامه ها شرکت کنین، بحث کنین، نظرتون رو بگین، از وضعیت خودتون بگین. به هر حال اینا توضیحی بود در مورد وضعیت این کانال جدید. متوجهم. بله. پیام یکی دو دقیقه به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده، یکی دو تا پیام کوتاه. فقط میخواستم به مردم بگم انقلاب 57 همش تو دیده شد، همش تو دیده شد، به این آخونده داده شد و به این مردمی بیگناه که الان در سال 1394 هستیم با یک سبد کالایی گولمون زدن که واسه یه چند شب دیگه خودمون آماده کنیم واسه 22 بهمن. از برنامه خوبتون متشکرم. خدا بله، ما هم از شما تشکر میکنیم. دوست عزیزم در رابطه با همین ایشون گفتن 22 بهمن که منظورشون جمع شدن برای اعتراضاتی علیه جمهوری اسلامی است. دوست عزیزم گفتن که به هر حال لباس سیاه بپوشین تو دهه زجر به قول ایشون که میشنویم و برنامه رو تموم کنیم. الو سلام، خسته نباشی. خانم دانشور، آقای جاوید، خسته نباشین. آقا تو این پیامکی ما دارن میزنن که بیای دست فردا که این دهه زجره همه لباس سیاه بپوشیم، همه لباس مشکی بپوشیم به نشانه اعتراض. شما هم اگه امکان داره تو برنامهتون پخش کنی خیلی ممنون. همین امشب پخش کنین، بگین فردا همه لباس سیاه بپوشن. اینا فکر میکنن جشن میگیرن مردم، در صورتی که مردم هیچ کاری نمی کنن. خدا شاهده این خود دولته که چهار تا خیابون رو برداشته لام میکشه و همه دارن با نفرت نگاه میکنن. یه زمانی بود پرچم میزدن رو مغازه ها، جشن میزدن، مینوشتن پیروزی ما مبارک. الان به هم دیگه تسلیت میگن. تشکر میکنم دوست عزیز. به هر حال اینجا برنامه‌مون به پایان نزدیک میشه. راه های مختلفی برای اعتراض هست و برای نشون دادن نفرت از جمهوری اسلامی. برای این دوست عزیزمون هم یک راهشو اشاره کردن و ممکنه اینم به هر حال روشی باشه، ولی به هر حال باید انزجار خودمون رو از جمهوری اسلامی و از دهه فجرش و از کل سیاستاش
به هر شکلی که میتونیم ابراز کنیم و به ویژه جوانان نقش بسیار مهمی میتونن داشته باشن و از همین شیوه های پیامک و غیره و غیره میتونن استفاده کنن. دوستان عزیز میگن وقت برنامه تموم هست، ممنون که تا اینجا با ما بودین. برنامه پیام ها هر هفته روز پنجشنبه شب ساعت 8 شب به وقت ایران پخش میشه و روز بعد تکرار میشه. کاظم نیک‌خواه هستم، براتون اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم.